تعریف نوع دوستی دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند منصوب به کوروش کبیر در واژه‌نامه فلسفه و علوم اجتماعی درباره نوع دوستی این گونه آمده است دگرگرایی غیر خواهی، ایثار یعنی دیگری را در منفعت و حمایت مقدم داشتن و او را برخیشتن ترجیح دادن در این تعریف نوع دوستی در مقابل خودخواهی و منفعت طلبی در نظر گرفته شده است ضمنا از نوعی انتخاب سخن به میان می آید که فرد آگاهانه منفعت دیگران را بر خود ترجیح می دهد و عملی را در جهت رفاه یا برای برآوردن نیاز دیگران انجام می دهد وقتی صحبت از نوع دوستی می شود، واجه های مانند کمک کردن و یاری رساندن، رفتار اجتماعی مطلوبی که قابل تحسین است به ذهن می آید. اما در اینجا قصد داریم که کمی دقیقتر این موضوع را بررسی کنیم. انجام اعمال نوع دوستانه به چه معنی است؟ تفاوت میان رفتار اجتماعی مطلوب، رفتار توان با کمک رسانی و رفتار نوع دوستانه چیست؟ کمک کردن واژه بسیار گسترده است که شامل انواع حمایت و رفتارهای متقابلی می شود که میان افراد به چشم می خورد. برای نمونه، فروشنده‌ای که درباره کارکرد یک دستگاه خدماتی ارائه می دهد، رفتاری تو با کمکرسانی نسبت به مشتری دارد. اما این رفتار کمک بخشی از تعهدات حرفه‌ای فروشنده و در ازای دریافت پول است. محدوده ی رفتار اجتماعی مطلوب از رفتار توأم با کمک رسانی محدودتر است و به فعالیت ها و خدماتی گفته می شود که در ازای آنها پولی دریافت نمی شود. تفاوت این رفتارها با رفتارهای نوع دوستانه ناشی از انگیزه هایی است که در پس این رفتارها وجود دارد. برای نمونه پدری شیوه استفاده از کامپیوتری را که به تازگی خریدند برای فرزندش توضیح می دهد و این کار را به این دلیل انجام می دهد که از سوالات پی در پی او درباره کار کردن با کامپیوتر خسته شده است و ضمنا می خواهد از دردسرهایی که ممکن است در آینده ایجاد شود جلوگیری کند. در این نمونه رفتار اجتماعی مطلوب نه رفتار نوع دوستانه صورت گرفته است. زیرا در پس این رفتار انگیزه خودخواهانه قرار دارد و هدف نهایی آن کسب منفعت شخصی است. در بسیاری مواقع تمایز قائل شدن بین رفتارهای اجتماعی مطلوب و رفتارهای نوع دوستانه مشکل است. شخصیت نوع دوست این گونه تعریف می شود. کسی که گرایشی مستمر و با دوام نسبت به رفاه و حقوق افراد دیگر دارد. به انسانها احساس خیرخواهی و همدلی بیشتری دارد و به گونه رفتار می کند که منافع دیگران را تأمین کند. بیرهوف 1383 ادهی بر این عقیده اند که گرچه انسان گاه فکر می کند هدفش از انجام یک کار معین نوع دوستی صرف بوده است اما باز این موضوع کاملا صادق نیست و انگیزه های خودخواهانه نهفته ای که شخص به آنها واقف نیست هم می توانند محرک عمل باشند انگیزه های مانند کسب تایید و اعتبار اجتماعی احساس افتخار از انجام یک عمل نیک گریز از احساس گناه و پریشانی و یا گریز از قضاوت منفی اجتماع در صورت کمک نکردن. این نظریه پردازان نیاز به روابط اجتماعی را یک انگیزه روانشناختی بنیادین تلقی می کنند و بر این باورند که فرد در یک محیط اجتماعی، روانشناختی و فیزیکی حمایتگر، رقبتها، اهداف و روابطی را دنبال خواهد کرد که نیازهای خودپیروی، صلاحیت و پیوستگی به دیگری را برطرف می کند. این امر به نوبه خود رشد و انگیزش های درونی شخص را ارتقا می دهد. برای درک مفهوم انگیزش های درونی، لحظه درباره فعالیتی فکر کنید که دوست دارید. کاری که آن را با خوشحالی و علاقه انجام می دهید و جز لذتی که از آن می برید، پاداشی برای شما ندارد. وقتی این فعالیت را انجام می دهید، روانشناسان شما را به عنوان کسی که از نظر درونی برانگیخته شده است توصیف می کنند. انگیزش درونی با انگیزش بیرونی متفاوت است. در انگیزش بیرونی، شخص برای دستیابی به یک پیامد مطلوب مانند به دست آوردن پول، بردن جایزه یا اجتناب از توبیخ کاری انجام می دهد. دسی 2001. گروه مزبور بر این باورند که رفتارهای یاری رسان هم در راستای رفتارهای خودخواهانه ذاتی صورت میگیرد. یعنی رفتار نوع دوستانه آری از نفع نیست و دلایل مختلفی برای این مسئله ارائه دادند. از نظر بیولوژیکی یا زیستی ممکن است رفتارهای نوع دوستانه برای تداوم نسل بروز کند و این رفتارها برای کسانی که خیشاوند ما هستند بیشتر باشد. برخی عصب معتقدند که اعمال مشفقانه احساس لذت و عشق را که از احساسات بنیادین هستند در انسان به وجود می آورند. آیا نوع دوستی عمل فداکارانه و قهرمانانه است که هیچ گونه منفعت شخصی در آن نیست؟ آیا انسان ها فقط به صرف نوع دوستی به یکدیگر کمک می کنند؟ یا در رفتارهای نوع دوستانه هم نوعی خودخواهی نهفته است؟ آگوست کونت، فیلسوف فرانسوی معتقد است که باید در راه دیگران زندگی کنیم و عشق را آین خیش سازیم. در این تعریف، بر مفاهیم فدا کردن خیش و نبودن هیچ منفعتی در اعمال نوع دوستانه تأکید شده است. آیا در دنیای امروز این تعریف از نوع دوستی شکل آرمانی و دور از باور به خود نگرفته است؟ چه دلیلی وجود دارد که انسان سلامت و رفاه خود را برای کمک به دیگران به خطر اندازد و از وقت و نیرو و اموالش برای کمک به بهبود حال دیگران استفاده کند؟ آن هم زمانی که قرار نیست در ازای آن پاداشی بگیرد. افرادی هستند که دیدگاه واقع بینانه تر و متعادل تری دارند. آندر لالاند معتقد است که برای نوع دوست بودن، همه انسانها باید بیش از پیش بخواهند که مفهوم انسانیت را بالاتر از مفهوم ملیت و حتی بالاتر از مفهوم برادری مذهبی قرار دهند. در این تعریف به تلاش و تصمیم آگاهانه اشاره شده است. یعنی میل و اراده برای ناچیز جلوه دادن منافع شخصی اساس اعمال مهرامیز و نعدوستانه در نظر گرفته شده است. این گروه معتقدند شاید بشر طبیعتا خودخواه باشد و جنهای موروسی و رقابت بر سر منافع و ماندگاری عامل این خودخواهی باشند. اما منکر این مسئله هم نمیتوان شد که نوع دوستی گرایش اخلاقی است که در انسان وجود دارد و گاهی به صورت رفتارهای مطلوب اجتماعی بروز می کند. اگر انسان بر خودخواهی ذاتی خود وقوف پیدا کند و به طور آگاهانه و ارادی با این صفت و تجلیات آن مبارزه کند و منفعت دیگران را هم در نظر آورد ویژگی اخلاقی دیگر یا به اصطلاح طبیعت ثانویه‌ای در او ایجاد می شود تا آنچه را خوب می داند برای دیگران هم بخواهد و حتی قدمی هم فراتر بگذارد و برای دستیابی همه انسان‌ها به خیر و خوبی تلاش کند بدون آنکه به ملیت، نژاد، مذهب، عقیده، جنسیت، رنگ و ویژگی های دیگر آنها توجه داشته باشد. اگر هدف نهایی عملی که انجام می دهیم، کاستن از درد و رنج شخص دیگر باشد و نه کسب منافع شخصی، می این انگیزه را مثبت و عمل را نوع دوستانه ارزیابی کنیم. اگر انگیزه نوع دوستانه باشد، پاداشها و مواهبی که ممکن است به شخص تعلق بگیرد، پیامدهایی است که مشخصا مورد نظر و هدف وی نبوده است. گاهی ایجاد و درک مرز میان انگیزه های نوع دوستانه و خودخواهانه امکان پذیر نیست و گاهی هم ممکن است انگیزه های چند جانبه برای انجام یک عمل وجود داشته باشند. اما یافتن انگیزه غالب و پررنگ کردن اهداف نوع دوستانه امکان پذیر است. عمل نوع دوستانه مستلزم آن است که به دلایل اعمال خود توجه و سعی کنیم انگیزه غالب در آنها را بیابیم. سپس با تمرین و تلقین و تکرار اهداف و مقاصد من را تا حد امکان پالایش کنیم و خلوص آن را افزایش دهیم. یعنی حد اکثر تلاش من را بکنیم تا قصدمان من از نوع دوستی کسب سود شخصی یا انتظار پاداش نباشد.